همین الان گفتگو میکنم با وحید بهشتی، فعال سیاسی که از لندن از محل همین دیوارها اتفاقا به ما پیوسته. سلام میکنم به شما آقای بهشتی. بیشتر درباره ویدیویی که منتشر کردید و اون چه که در لندن رخ داد و دلیل اون برای ما توضیح بدید. درود میفرستم و به شما و تمام بینندگان و هموطنان عزیزمون. بله ببینید، جمهوری اسلامی که جنگ رو در منطقه در غزه در حال واگذار کردن، مشروعیتش تماما در ایران از میان رفته و هیچ مشروعیتی دیگه نداره. حالا جنگ رو همینطور که ما دیروز دیدیم، علی خامنه‌ای، البته اولین صحبت علی خامنه‌ای نبود، سردار نقدی حسین سلامی و دیگر سرداران سپاه علناً دارن مسلمانان رو تشویق میکنن به جهاد علیه انگلستان، آمریکا و فرانسه. و دیروز دیدیم علناً علی خامنه‌ای گفت که انگلستان، آمریکا و فرانسه مقابل اسلام ایستادن. این یعنی حکم جهاد. چند ساعت بعد ما شاهد این وضعیت هستیم. اینجا وزارت خارجه است، اما همین وضعیت روی روبروی در نخست وزیری، خونه نخست وزیر هم رنگ پاشیده بودن به نرده های نخست وزیر هم. یعنی این وضعیتی است که ما با اون دست به گریبان هستیم. وقتی جنگ رو در ایران در منطقه واگذار کردن، حالا از این نیروهاشون که سالهاست البته کار کردن در خاک اروپا، روی اونها، روی مغشویی جوانان دارن استفاده میکنن برای فشار آوردن روی دولت‌های غربی، برای اینکه در این جنگ علیه تروریسم مداخله نکنند و از اسرائیل حمایت نکنند. این جنگ ما، این چیزی که من دائما تاکید میکنم، این جنگ ما علیه جمهوری اسلامی است. حماس و حزب الله و جهاد اسلامی که بدون جمهوری اسلامی دو هفته هم نمیتونن دوام بیارن. بنابراین بارها تاکید کردم به سیاسیون انگلستان و به دیگر سیاسیونی که این روزها در ملاقاتهایی که داریم، باید به سراغ سر اختاپوس رفت. و سر اختاپوس چیزی نیست به غیر از سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی. بسیار ممنونم از شما وحید بهشتی، فعال سیاسی که از لندن همراه ما بودید.